جدید در طرح کالابرگ الکترونیکی. وزارت بهداشت میره کودکان واجد شرایطی که نیازمنده تقویت غذایی هستن رو شناسایی میکنه، به ما اعلامش میکنه. بهره‌مندی 120 هزار خانوار از دهک‌های 1 تا 7 درآمدی از منبعی غیر از یارانه برای خرید اقلام کالابرگی. ما خانوارهاشون رو مشخص میکنیم بین دهک 1 تا 7. سرپرست خانوارهاشون رو مشخص میکنیم، به سرپرست خانوارها اعلام میکنیم که شما الان مشمول هستید از طریق پیامک و برنامه کاربردی شما. دهک 1 تا 5 1 میلیون تومان به ازای هر فرزند شاملش میشه. دهک 6 و 7 600 هزار تومان. چی خرید میکنن؟ همون کالابرگ رو خرید میکنن، 5 قلم دیگه هم بهشون اضافه شده که میشه 16 قلم. 5 قلم که اضافه شده؟ سبزیجات هستن، علاوه میوه‌جات و یه مقداری حبوبات افزایش پیدا کرده. این مبلغ برای خانواده‌های دارای کودکان نیازمند تقویت تغذیه که سنشان زیر 6 سال است واریز میشود. طرح پیوستگی داره. هر ماه انجام میشه. ما الان منابعش دیده شده که بیش از 1000 همت برای ادامه برای همین چند ماه باقی مونده تا انتهای سال. طرح متمرکز روی امنیت غذایی. تمام اینها جدا از امکاناتی است که در طرح کالابرگ الکترونیکی برای افراد دهک‌های درآمدی 1 تا 7 وجود دارد. هر فرد اگر 200 هزار تومان از یارانش 11 قلم کالای مورد نظر خریداری بکنه، مشمول یارانه مضاعف 120 هزار تومانی خواهد. اگر بخوام مثال بزنم، در یک خانوار 5 نفره که 400 هزار تومان هر نفر یا 300 هزار تومان هر نفر تو دهک‌های بالاتر یارانه میگیرن، اینا به ازای هر فرد اگر 200 هزار تومانش رو به صورت کالابرگی انجام بدن، مبلغ 120 هزار تومان به ازای هر فرد از اعضای خانوار به این یارانه‌شون اضافه شد. تا کنون حدود 190 هزار فروشگاه به طرح کالابرگ الکترونیکی پیوستند و خدمات مربوط به این طرح را به مشمولان ارائه می‌دهند. شخص مشمول چطور می‌تونه نزدیکترین فروشگاه متصل به طرح کالابرگ الکترونیکی به خودش رو در واقع شناسایی بکنه؟ برای این مورد باید اول برنامه که شما رو نصب کنن روی موبایلشون. وقتی که اقدام کردن، میتونن فروشگاه‌های اطراف خودشون رو مشاهده